بسم الله الرحمن الرحیم، به نام و یاد خداوند مهربان. سلام و درود عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، دوستان، محترمانان، عزیزان فارسی زبان در هر کجایی از کشور زیبای ما افغانستان و یا در هر گوشه از جهان پهناور که هستید، انشالله که همیشه صحتمند، سلامت، جانجور و تیار باشید با یک قسمت دیگه از برنامه خودتان، برنامه زنده روشنا در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. و همچون دیگه روزهای دوشنبه از حضور کارشناس محترم خانم دکتر رضایی بزرگوار استفاده میکنیم. سلام علیکم خانم دکتر رضایی، بسیار خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم خدمت شما همکار گرامی و همطور همه بینندگان عزیزی که این برنامه را در این لحظات میبینن. تشکر از شما خانم دکتر رضایی. اگر اجازه بدین که ما سوال امروز برنامه را با یک روایت آغاز بکنم. موضوع امروز برنامه همطور که شما از قبل اعلام کرده بودین است که چطور یک اولاد شاد تربیه بکنیم، در خانه اولادمان شاد باشه. در روایت هست از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که در بهشت یک دار است، یک خانه است به نام دار الفرح، خانه شادی که اختصاص به کسانی داره که در این دنیا کودکان را شاد میکردند. با این روایت بسیار زیبا خانم دکتر، سوال خود پرسان کنم که چه آثار و چه برکاتی داره نمی شاد کردن کودکان که اینقدر برش تاکید شده، حتی روایت در این باب وارد شده؟ خب میشه از ابعاد مختلفی به این قضیه و به این عبارتی مفهوم و موضوع شاد کردن نگاه کرد. حالا اگر بازور اختصاص بدیم که در حیطه کودک، چرا در روایت نبوی صلوات الله و سلام علیه فرمودن که حالا اگر در بهش جایگاه های متفاوتی برای افراد به تناسب اعمال و رفتاری که در دنیا داشتن در نظر گرفته شده، برای کسانی که کودکان را شاد کنن. در برنامه دفعه قبل، جلسه قبلی که ما با شما بودیم، خاطر اگه بینندگان عزیز ما باشه، شما به عبارتی با هم بحث کردیم در مورد این که یکی از چیزهایی که به شدت در شادمانی ما موثره اینه که تاکید کردم که سعی کنیم با بچه هایمون، با اطفالمون و کودکانمون باشیم، به خاطر اینکه شادی دل کودکان بسیار خالص، بسیار فراگیر و به شدت پاک و معصومانه است. یعنی وقتی یک طفل 5 ساله میخنده، او تمام اعضا و جوارح او میخنده. خنده او اثر تحقیر نیست، خنده او اثر به اصطلاح کنایه نیست، او به خاطر مثلا دل به دست آوردن کسی یا به خاطر دل شکستاندن کسی نمیخنده. هدف و غرض او، بله، از فقط میخنده که بخنده. یعنی به عبارتی خیلی ساده و خیلی صمیمی شادی خود رو اعلان میکنه. به همون خاطر هست که دیدن شادی بچه ها مثل یک، مثلا فرض کنید اگر ما در یک فضای مبهم یا تاریکی باشیم، مثل یک چهل چراغ یا به اصطلاح امروزی ها مثل یک لایت میمونه، یک چراغ بسیار پرنوری که به یک آن تمام فضا رو روشن میکنه. بله. اگر من در یک فضای مبهمی هستم که هیچ چیزی رو نمیبینم، اطراف رو نمیبینم و به خاطر این ندیده ها دچار یک کرختی، دچار یک سستی، یک ناامیدی، یک احساس اضطراب هستم، چون خیلی چیزها اطراف من هست ولی من توان دیدن اون رو ندارم. بله. خنده بچه ها مثل چهل چراغ میمونه، یعنی به یک آن او چراغ رو در دل شما روشن میکنه و با وجود خنده کودکان این خنده ای سرایت میکنه به وجود من، وقت مثل این میمونه که حالا با چشم روشن و با نگاه بینا میبینم که اطرافم خیلی چیزا برای شادی بود، شاد بودن و شاد شدن هست. چرا؟ چون بچه ها اینا همونا رو میبینن. اطفال با چشم باز همه زیبایی های جهان رو میبینن، از کمترین چیزها نهایت استفاده رو میکنن، با کوچکترین چیزها به شدت خوشحال میشن. ما وقتی خواهم دکتر مثلا فقیر باشیم، از وضعیت اقتصادیمون خوب نباشه، یا مثلا در دانشگاه و مکتب بسته است، نمیتونیم در گوشه خانه ششتیم، یا هر ناراحتی در خانه داریم، بسیار دلدق ناراحت، دنیا در پیش چیم از ما بخیر تیره و تار میشه. بله متاسفم. اما یک طفل با تمام نمیشه، شاید اما طفل هم یک نان خورده خود نداشته باشه، پدر مادر نداشته باشه، یک جای خواب خوب سمسایی نداشته باشه، در معنی خواب بازی میکنه، اونجا شاد است و خوشحال است. بله دقیقاً، به خاطر اینکه ببینید به اصطلاح ساده تر بچه‌ها انمو از همون لحظه ای که هستن نهایت استفاده را میبرن و به خاطر همون چیزی که همون لحظه درک میکنن با همه وجود شاد میشن. این چون خلوص بسیار زیادی داره و چون ساده است و بی‌آلایشه، دقیقاً مثل همون چراغ
به عبارتی پرنوری میمونه که همه فضا رو برای همه کسایی که تو اطراف هستن. بفرمایید شما همونی که در درد و رنج و فقر و نداری و ناامیدی و یأس‌آورمان، درسته شرایط و اتفاقات افت و خیزهای زندگی زیاده، حالا اگر خدای نکرده یک زمانی شرایط جمعی باشه فشارو بسیار بسیار بیشتر هست. این زمانی من قصه شخصی خودم است، خب به زندگی خواهرم بیادرم مثلا بقیه نگاه میکنم خدا رو شکر الحمدلله اونا خوب هستن، حالا شادی اونا باعث شادی من میشه، ولی یک زمانی که چشم میگردانم این سمت او سمت همه اطراف و جهات زندگی ما و دیگرانی که همراه ما با شهر ما در کشور ما زندگی میکنن باز متاسفانه یک شرایط به اصطلاح نابسامانی دارن، ممکنه که همون حالت مبهم همون تاریکی کل فضای ذهن ما بگیره. ولی زمانی که یک طفل 5 ساله چه دختر چه پسر تفاوتی نمیکنه، فرمودیم شما که خاک بازی کرده گل ساخته بعد اینه میره یک چیزی ساخته بعد میام میگه مادر جان پدر جان مثلا نگاه کنم چی ساختم، بعد یک لحظه شما احساس میکنید همه دنیا انگار همه تلخی ها چه تصور زیبایی، او در مثلا 10 دقیقه 20 دقیقه مشغول بودی آوار ریخت و خاکا رو مثلا گل ساخت و بعد یعنی تمام دغدغه طفل ساختن موس و بعد اون رو میسازه که سه خلاقیت یک شادمانی بسیار عمیق به او دست میده و نکته جالبش اینه که به سرعت اون رو میاره و شما انتقال میده. یعنی بچه ها بسیار سخاوتمندن، هیچ خصتی ندارن. یعنی کلیپ های اینترنتی هم که نگاه میکنیم مثلا یک طفلی هست از یک گوشه دنیا مورد نمیشناسیم زبانش نمیفهمیم ولی میخنده شادیش دل از به خاطر اینکه خالص میخنده شاد میخنده و بدون هیچ گفتم هیچ دغدغه و هیچ و او خندهش هیچ تصنعی نیست هیچ نقابی روی او خنده نیست، وقتی میخنده از همه وجود میخنده. فلزا رسول گرامی اسلام تاکیدشون به ایست که او طفل وقتی بخنده همه اطراف خودش را شاد خواهد کرد و شادی و شاد کردن دل مؤمن بسیار بسیار به رفتار ارزشمندی است که تاکید شده که تا می توانید باعث شاد کردن دل مؤمن بشید. حتی در روایت متفاوت داریم که بسیار خداوند دوست می دارد اون افرادی را که باعث خنده و شادی دیگران میشه. بله خانم دکتر، برخی اوقات هست متاسفانه برخی از خانواده اینقدر که اینها درگیر غم و غصه و ناراحتی و دلدیقی های خودشان در روزگار خودشان هستند که به جایی که یعنی اولاد طفلشان برای اینا تاثیر بذاره اینها تاثیر میذارن و بعد از گذشت چند سال میبینی اینمی طفل که وقتی که به دنیا آمد با همون خلوص نیت با همون شادی خالصی که در وجودش بود یک انسان پژمرده میشه. 7 ساله 8 ساله از 10 سالگیش گرد میشه به نوجوانی میرسه که دیگه بخیر دیده نمیشه. چرا اینطوری میشه و ما چی کنیم که یک اولادی رو تربیت بکنیم که شاد باشه در زندگی؟ بله بسیار اتفاقی که در مورد اطفال ما میفته مثل بقیه این نعمات الهی است. متاسفانه انسان در تک تک آیات قرآن توصیفی که از انسان شده است که ما موجوداتی تقریبا میشود گفت ناشکریم. در جای جای قرآن اشاره شده که زمانی که شما خیر و نعمتی میرسه میگه از خودم بود، زمانی که یک بدی و مثلا بلایی یا آفتی یا نگرانی بعد میگه خدای چرا من؟ و این یعنی به عبارتی میشود گفت از سرشت انسانی است و متاسفانه در مورد اکثر غریب اتفاق ما اتفاق ای حادثه و ای میشود گفت که نگاه منفی و نگاه نازیبا به زندگی وجود داره و هم همیست که ما نعمات خودمان را نمیبینیم ندرک میکنیم و نه درست از اونها استفاده میکنیم. و حالا که پروردگار متعال در سوره مبارکه قرآن فرمود لا تسالون یوم ازنن النعیم، یکی از چیزهایی که بسیار مورد توجه است در بحث عالم حشر و در روز قیامت است که از تک تک نعمات از ما سوال خواهد پرسید که از این فلان چیزی که به تو دادم چگونه استفاده کردی که از آن تو که نبود. ما تصور میکنیم طفلمان از آن ماست بچه ماست اختیارش داره، مثلا فلان کالا و فلان موتر و فلان حولی و فلان ای که خب من تصوری است که من تلاش کردم زحمت خودم است اینمی از خودم هر کار خواستم میکنم، ولی که همون موتر و همون خانه و همون فلان فلان هم از آن من است، به خاطری که اگر من برای به دست آوردن اون خانه زحمتی کشیدم خب اون زحمت بر اساس یک تفکر و تعقلی انجام دادم، یک دست یک پای سالمی داشتم که کارا کرده، اون دست پای سالم کی به من داده؟ او ذهن پویاره که توانسته است فکر کنه و به اصطلاح امروزی ها بیزینس درست انجام بده و بتواند مثلا یک تای خودش از 3 تا و 4 تا و 10 تا بکنه کی به من داده؟ خب یعنی در نگاه کلی من بسیار اسلامی منظور میخوام حتی یک انسان حسی فرد از خودش نیست. ما عین فقر و نداری هستیم، ما در برابر خداوند هیچ و پوچ هستیم. باز متاسفانه وقتی که یک زندگی دار میشیم اولاد دار میشیم و از من بهتر میشه دیگه همه چیز رو فراموش میکنیم فقط خودم و خودم هستم. درسته، چون مثل بقیه نعمات های خدا که ما نعمات رو درست استفاده نمی کنیم و بعد از یک مدت زمانی که هستن اصلا انگار نسبت به بودن اونها عادت می کنیم و او ارزش و اهمیت و جایگاه ما برای ما به کل
بالکل عادی میشه، یک حالت طبیعی به دست میاد. بعد آهسته آهسته دیگه این بودن اونها و تکراری بودن اونها وقتی که عادت شد و یک توقع اضافه هم داریم که خب تو بر مبنای میل ما باش، من که الان ناراحت هستم، من که غمگین هستم، من افسرده، تو چرا میخندی؟ چوب کو بچه؟ بله. چرا سر صدا میکنی؟ چرا اضافه؟ خب او بچه است، او طفل است، او اینمی سن بازی کردن اوست، اینمی سن شادی کردن اوست، او به همین کمترین ها قانع است. با یک تکه مثلا فرض کن لیلون رو به دست او بودی نخفش کرده رئیس ایران که توپ فوتبال میسازه، اینمو با اون ساعت ها بازی میکنه. فرمودی شما با یک مقدار خاک آب رو میریزه، او رو گلتیار میکنه و برای خودش یک چیزی میسازه و بعد با تمام شادی، با همه وصفی که میشود از به معنای لذت، به معنای حقیقی و واقعی برد، رو میاره میگه مادر جان نگاه چی ساختم. نه تنها برای خودش نگه نمیداره، به خاطر همون تینت پاک اطفال است که به شدت اون رو میخواد به همه نشان بده، فلانی بیار ببین اینو چی ساختم، چی مثلا فرض حالا بعد بیا بگیم که برو باز مثلا جنبی مفه دستای تگلی کردی به تو نگفتم فلان نکو، یعنی اینکه حالا این کالا رو کی بشوره، کی وقت داره، اینم او از کجا بیارم فلان فلان. خب اینا درست، شاید من به عنوان یک مادر، به عنوان یک زن خانه‌دار واقعا گاهی وقتا برام سخت باشه، ولی بعدنها با آرامش همه اینمو بازیچه ای کو با گل ساخت، او رو ببینیم چقدر مقبول ساختی جان مادر، مثلا نام خدا چقدر با چیکار کردی با گل. خب او کلایتم که کثیف شد، خب خیر باشه، حالا برو خوشو بازی گلا رو میتکن، دفعه بعد که بچیم خواستی گل بازی کنی به من بگو یک چیزی مثلا روی کلایت بندازم که تو کثیف. ببینید این به عبارتی کلایت نشونه شه، ببینید این بهترین حالت من شادی بچه‌م را گرفتم، طفلم را درک کردم، با او همدلی کردم، احساس شادی او را گرفتم، او قسمت کرد، خیلی سخاوتمندانه قسمت کرد و بعد من یک تذکر مادرانه، یک به اصطلاح خواهش و یک صمیمیت، یک حتی یک نوع تربیت متعالی، بعد دو تذکر دادم. ببین این همین قسم که حال رفتی منتها دفعه بعد که خواستی این کارو بکنی این قسم کار کنی بهتر خواهد شد. خب نه من آسیب میبینم، شادیم هم تقسیم شده. این در مورد پس اینکه چرا اتفاق میفته، متاسفانه میشود گفت والله ساده تر و صمیمانه تر بگیم یک مرض ساری است خانم بیانی که ما واقعا قدر نعمت را نمیدانیم یا به وجود بچه ها و شادی بچه ها اینمون چیزی است که بعد متاسفانه اشکال جدی وجود داره در مورد اکثر ما که احساس میکنیم از آن خودم است، بچه ما از طفلم است، نعمت خداست، برترین نعمت خداست، نشانی از عظمت پروردگار است و جلال و جمال او در وجود یک طفل وقتی به دنیا می آید گنجانده شده است، فلزا باید استفاده کرد. احسن، بله متاسفانه. خب اما این قسمتی که چرا اتفاق میفته، حالا چه کار کنیم؟ اینکه چرا اتفاق میفته نگاه متاسفانه منفی است که اکثرا دارن، ولی که چی کنیم؟ چند تا به عبارتی اصول عملی بسیار ساده را خدمت عزیزان میگم که انشالله خداوند به همه ای ما توفیق بده که اونها را انجام بدیم، چرا که دانستن گاهی وقتا آسان است، فهمیدن آسان است، ولی که عمل کنیم با آنچه که میدانیم بسیار بسیار تلاش میخواد، زحمت میخواد، گاهی وقتا هم سخت میشه، ولی شدنی است و انشالله خدا توفیق بده که ما مثال او دست از افرادی نباشیم که میدانن ولی به آنچه که میدانن عمل نمیکنن. اولین نکته که حالا لابلای صحبتام اشاره کردم، اولین نکته که بسیار بسیار مؤثر است در تربیت و پرورش یک طفل شاد، ای که اجازه بدیم او کودکی کنه. متاسفانه یک اتفاق بدی که میفته این که مثلا حالا فرق نمی کنه سن حالا چقدر باشه، متاسفانه در مورد ما کلانترا، ما به اصطلاح پدرها و مادرها و والدین، من حالا در 18 سالگی هم که مادر باشم، در 25 سالگی هم که مادر باشم، در 35 سالگی هم که مادر باشم، فراموش میکنم که من خودم هم زمان طفل بودم و مرحله به مرحله رشد من در کودکی، در طفولیت یک نیاز، یک تقاضا، یک به اصطلاح درک و فهم از زندگی داریم، کمی که کلانتر که میشه به اصطلاح حالا تقسیم بندی میکنیم مراحل رشد، در ابتدای مثلا در طفولیت یک قسم، در اوایل کودکی، در اواسط کودکی، در دوره نوجوانی و در جوانی، یعنی هر کدام از مقاطع و مراحل سن ما یک اقتضائاتی داره و یک ویژگی های. متاسفانه اشتباهی که اتفاق میفته که مادر وقتی که مادر شد تمام وجهه ذهنی او مادران است، هیچ احساس درکی و همدلی با طفل خود نداره. یعنی ببینید ما وقتی که مثلا به یک بچه یک ساله کنیم ساله به عبارتی او رو سر و فریاد میزنیم چرا برداشتی، نکن، بگذار، میشکنانی، خب این رو فکر نمی کنیم که او الان در حال تجربه کردن همه اطراف خودش است و هر شیئی و هر ابزاری که او برمی داره به نگاه یک معما به او مینگره و داره در ذهن خودش مشغول ساختن یک دنیای ذهنی است و روز به روز به شدت هم آتش داره برای دانستن. بله بله. خیلی هم مشتاق
شوق و لذت میبره از این کار. این که او رو برداشته قطعا قصد او آزار دادن مای مادر نیست، ولی ما به مرور زمان، حالا یک وقتی من استراب دارم، استرس دارم، نگرانم، یک وقتی ناامید شدم، این ناامیدی تمام فضای ذهن من رو گرفته. وقتی طفل یک و نیم ساله، دو ساله میای یک چیزی رو برمی‌داره برای کنجکاوی، برای درک کردن، بعد یک لحظه باز این شروع کرد، باز این یک لحظه گاهی وقتا حتی من دیدم که اتفاق میفته، سر خشم با همه عصبانیت به سمت این بچه میره مادر یا حتی پدر، اینو برمی‌داره، اصلا نمیفهمه که چی شد، اصلا گناهی هم، اصلا قصدی هم نداره، من در دنیای خود است، او در یک مرحله، در یک مقطعی است که او کار بر اساس ذات و سرشت خودش داره انجام میده، وظیفه خود انجام میده. مثل اینکه من به عنوان یک بانوی خانه‌دار یا من به عنوان یک بانوی شاغل، هر کدوم در هر وظیفه هستیم، کار خودمون رو بکنیم، یک دم یک رئیسی بیایه و بعد شروع کنه مثلا به داد و قال کردن که تو چی میکنی یا فلان، یا مثلا یک فرض بگیرید من از جایم بلند کنه بگه تو خطو امی امین 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 از اخراج هستی برو بیروشو، بعد خدای من چی کردم، چه اتفاقی افتاد. کودکی بچه هایمون رو ما درک نمی کنیم و بعد این باعث میشه که او بچه چون کودکی نکرده است، از کودکی طی نمیشه و بعد مثلا فرض کنید تو در طفولیت طفل نبوده، به مرحله کودکی اول و دوم رفته، باز کودکی نکرده، پله به پله که بالا میاد، نداشته های او، عقده های او، اضطراب های خفته و از همه خطرناکتر برمی افتن، خشمی که به خاطر زور گفتن ظلم میشه به او، برایش ظلم شده و نتیجه متاسفانه پدر و مادرها یا عزیزترین کسای او بدترین ظلم ها رو به او کردن. این یک به اصطلاح آتش فشانی از خشم است. حالا ای کی به قول معروف فوران خواهد کرد، سر کی فوران خواهد کرد، فوران او تبدیل به چی خواهد شد، کجاها را خراب خواهد کرد، خدا میداند. بس لذا برای تربیت یک طفل شاد اولین و مهمترین قدم کودک را بگذاریم کودکی کنه، طفل بگذاریم دمی اوان طفولیت. این همین بچه خیلی وقتا میان میگن که مثلا خصوصا همین یک از زمانی که بچه ها شروع میکنن چرغاوک کردن و آهسته آهسته که راه میرن، دقت کرده باشید دائما تلاش اونایی است که همه چیز به دست بیارن، به چنگ بزنن و بعدم در حال گشت و گذار و در حال جستجو و کنجکاوی است. خب بعد میای میبینیم که خانم جوان مثلا اون میگه که سن مادر بالا رفته، حوصله‌اش نه، دختر مثلا خانم جوان 18 19 ساله 20 ساله همون که شما گفتید به شدت تمام عصبانی، یعنی یک حالتی مادر پیدا کرده، یک استراب است. حالا میپرسی چی شده، میگه خسته شدیم. خدا نکنه چی خسته شدیم، اینمی از دستمی اشاره میکنیم به یک طفلی کنیم ساله دو ساله. بعد میگم خب این چیکار کردی، کار از می صبح کی ور میخزه تا می شام کی میخوابه دائم خرابکاری میکنه. خب چه خرابکاری میکنه، مود دست میزنه فلان. گفتم عزیز می سن نشست، اینی طفل همین لحظه در همین سن باید کار بکنه. گفتم تقصیر خود شماست، تو که میبینی طفل چارقاوک کرده رو ایست، تو که میبینی طفل در راه میره، وسایل و ابزار اضافی ده که برات عزیز است، که تلویزیون خانه تست، که فلان کالای چینی تست، که فلان فلان نشکنه جمع کن، از استرس طفل اصلا دکوراسیون و این چیدمان خانه تو عوض کنی، ای داره کار خودش میکنه بر اساس خلقت، بر اساس سرشت و فطرت خودش کار. این مد به عنوان یک کلانتر مادر حق نداره مهوره تضییع کنه مقوره. به شدت تمام ظلم اتفاق میفته در تربیت ما و ظلم هم متاسفانه از نزدیکترین کسان، از کسایی که احساس میکنن دوست به شدت دارن محبت هم میکنن و بعدی بچه میشه. بعد تاکید میکنم آتش فشانی از خشم، از کینه، از عقده. بزن بچه ها کودکی کنن. بله شما خانم دکتر به نکته بسیار مهم اشاره کردن که فکر میکنم باز تاکید کردن برای خالی از لطف نباشه، ای که متاسفانه خانه های از ما الان برای که محل زندگی شده، محل تربیت اولاد شده، تبدیل به یک موزه شده. بله. انواع و اقسام لوازم و ابزار و دکورا و ظرف و کاسه چینی و گلس و شکستنی، چیزهایی که نیاز هم نیست، مانند یک موزه، یک میوزیم در خانه چیدیم و هر آن احتمال داره که او بشکنم. وقتی طفل دیگه اگر که تو بازی میکنه، اگر دست میزنه، اگر که راه میره ممکن اون برخورد اونو بشکنه، باز ما جگرخون میشیم. چقدر هزینه کردیم و را خریدیم دیگه، برای هزینه خودمون دلمون میسوزه، برای اون وسیله که برایش دلبستگی داشتیم دلمون میسوزه و باز تنها کاری که دلمون میگه که در سرمون طفل بزنه. متاسفانه در حالی که نباید دقیقاً. ببینید ما داریم که در ادبیات فارسی چون سر و کار تو با کودک فتاد، حتی در زبان گفتگو تو باید کودکی کنی. خب پس تصور و تفکرت هم باید مثل طفل باشه. بگذاریم بچه ها کودکی کنن، بگذاریم اطفال طفولیت خودشان به معنای واقعی کلمه لذت ببرن. و نکته دوم که ادامه همین نکته اول است، اصلی ترین نیاز طفل به شدت تمام همه ابعاد و جوانب شخصیت او را شکل خواهد داد، چه بعد جسمانیش که خوب رشد کنه،
خوب قد بکشه، خوب غذا بخوره، چه بعد شناختی خوب درک کنه، خوب بفهمه استعداد و هوش و چه بعد هیجانی احساسات او به معنای واقعی کلمه شکل بگیره، رشد شناختیش، رشد هیجانی، همه ابعاد رشد او فقط و فقط در یک کلمه خلاصه شده و او کلمه بازی است. بله. بانیم که بچه ها بازی کنن. این او گل بازی، هر چی بازی، توپ پلاستیکی درست میکنه با مثلا لیلون ایرانو میپیچه که یخ نخ کاغذای باطل رو برمیداره، اصلا و میبینید که شما یک کاغذ برمیداره میگه این ای مترم است، ایرم صد دفعه میبره و میاره و چی کار داری؟ بگذارم بازیشو بکنه. وقتی که فضاهای خانمان، حالا موزیم رو بگذاریم کنار، خان بیانی که محدود شده به خاطر مشکلات و مسائل اقتصادی و شهرنشینی ما، هر چقدر که تمایل ما به سمت شهرها بیشتر شد، خب خانه ها خردتر رای شده دیگه، فضا که تغییر نمیکنه. مثلا شما تصور کنید کابل اگر 15 سال پیش مثلا جمعیت 3 میلیون بوده، در عرض 15 سال جمعیت 2.5 برابر شده، مثلا فرض بگیرید شده 7 میلیون. خب هم کابل است، کابل که کلان شده رای نیست، کابل هم کابل است، منتها جمعیت زیاد شد به تناسب جمعیت، هی خانه های ما خرد. خب شما یک طفل که ما در مباحث روش مطرح میکنیم، یک طفل 5-6 ساله توانایی ایره داره که در روز حدود 5 کیلومتر، یعنی 5000 متر هر تعرضش رو بره. خب این طفل معصوم ره، یعنی صبح که بیدار میشه حتی 50 مترم، یعنی یک خیلی وحشتناکه، یک صدم اورم نمیگذاریم که این بازی. خب چیکار کنه؟ خانم دکتر اگر اجازه بدن یک میان برنامه رو ببینیم، باز در خدمتتون هستیم. تشکر شما بینندگان عزیز. شما میدونید که برنامه روشنا هر روز ساعت 13 با وقت کابل تقدیم شما عزیزان و مهربانان میشه و تکراری برنامه ساعت 21:45 دقیقه شام تقدیم شما عزیزان میشه. همچنان برنامه دیگه با وقت بیداری با دیگه برنامه زنده شبکه هادی تیوی داری است که در ساعت 8 شب به صورت زنده تقدیم شما عزیزان میشه و تکرار رو 10:45 دقیقه است. انشالله که برنامه را از دست نمیدن، یک من برنامه کوتاه را میبینیم و بسیار زود هم در خدمت شما خواهیم بود. خدایا به تو پناه میبرم از این که در آراستن صورتم چنان مشغول شوم که از اصلاح سیرتم باز بمانم. خدایا سیرت را تو میبینی و صورت را دیگران، شرم دارم از این که محبوب دیگران باشم و منفور تو. پس خدایا تو خوش صورت و خوش سیرتم کن که اول محبوب تو باشم. مرا قلبی ده که سراسر آن را وجودت فرا گرفته باشد، چنان خون در رگم جاری باش که مکانی برای ناامیدی نماند. خدایا خدای مهربانم، دلم را به تو می سپارم تا از عمق جانم بزدایی هرچه حائل است بین من و خودت. همه آنچه از منیت و نواقصم در من است را از من بگیر و ببخشای بر من از عشق و الطاف بی پایان خودت، چنان همیشه که بخشیده‌ای مرا رها ساز، مرا رها ساز از بند هرچی غیر خوبی و نیکی در وجودم هست و پر کن خالی درونم را با عشق ناب الهی خود که جز این نتوانم نیک بمانم و مهر بیفشانم. و
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما عزیزان، دوستان و محترمان. شما بیننده برنامه زنده روشنا هستید و ما همچنان در خدمت کارشناس محترم خانم دکتر رضایی بزرگوار. بینندگان عزیز و محترم، قبل از اینکه ادامه بحث را با خانم دکتر رضایی بزرگوار داشته باشیم، شماره تماس مثبت 92-3-7-2-8-4 شماره آخر 0-585 و شماره تماس مثبت 90-546-4 شماره آخر 92-865 تماس گرفته بودید و یک سوال پرسان کرده بودید. سوال به پیوی شما ارسال شده، لطفاً پیوی خود را چک کنید پاسخی سوال. و همچنان یک دیگه از دوستان برای از ما پیام گذاشتن، شماره مثبت 98-919 و 4 شماره آخر 93-98 و گفته بودن که در زیرنویس شبکه روایات بیشتری را استفاده بکنم. قطعاً همین کار را خواهیم کرد، انشاءالله نظر از شما را اعمال خواهیم کرد در شبکه و در برنامه. بسیار از تشکر میکنم از شما عزیزان که نظرات خودتان را برای از ما روان میکنید. ما بسیار خوش میشیم که نظرات شما عزیزان را بدانیم و سعی میکنیم که حتماً برای بهبود برنامه از نظرات شما بزرگواران، از انتقادات شما عزیزان استفاده بکنیم. خانم دکتر، بس در بابی است که چطور یک اولاد شاد تربیت بکنیم و اولین اصل و مهمترین اصلی که شما فرمودین وجود داره است که بانیم که اولادای از ما کودکی کنند و مهمترین نکته در کودکی کردن بازی کردن است. بله، بسیار هم جدی و مهمه که خب متاسفانه ما جدیداً به این خیلی اهمیت نمیدیم و یه جدی گرفته نمیشه از طرف والدین. و باز یک نکته ای هست که خب الحمدلله حالا با توسعه میشود گفت که فناوری ها و رشدی که در همه ابعاد از جمله در عرصه های حتی به عبارتی بازیچه های اطفال اتفاق افتاده، ما بازی های هوش بسیار پیشرفته ای رو داریم، بازی هایی که از طریق در به اصطلاح موبایل یا در لپتاپ یا در تبلت استفاده میشه، اینا خب چیزای خوبی است. نکته مهم که وجود داره که یکی از مشکلات جدی در عصر زمان ماست است که بازی به معنای تحرک و پویایی است، بازی به معنای کنکاش و جستجو و گشتن و پیدا کردن و لذت بردن از یافته هاست. اما زمانی که یک گوشی موبایل را دست بچه ایم دادم و او شروع کرد به تق تق کردن و صدای از او در اومد، هیچ کسی مواجه نشد، فقط رنگ دید و صدا دید و صوت دید و در او جذب شد و فاصله او با چشمای بچه ایم فقط 30 سانتی متر بود و بعد به مرور زمان بینایی بچه ایم شدت مشکلات شایعی که در بین بچه هست، این دیگه بازی نیست. ولی متاسفانه بسیار عادت ناشایستی است که در قریب اتفاق والدینی کار میکنن که به محضی که بچه مثلا بهانه دلش او طفل دلش بازی میخواد، او کودک میخواد که بازی کنه، خب دیگه امکانش نیست، پدر مادر حالا یا خسته هستن یا وقت نمیذارن یا توجه نمیکنن و جدی نمیگیرن، به سرعت تمام به اصطلاح به عامیانه تر اگه بخوایم برای خود خلاص کنن از این ماجرا، سریع نمی از پدر مثلا یا مادر از کسان خود در میاد تقدم اولاد میکنه 4 ساعت 5 ساعت اولاد باشه، اصلا انتقاد نمیکنه. باز بدترین حالتش است که یک وقتی سالا یا مادر یا پدر مثلا ورود یک طفل 5 ساله رو به فضای اینترنت و به استفاده از مثلا شبکه‌های مجازی، حالا هم گوشی رو که میدن یا لپتاپ یا تبلت رو که دست طفل میدن، اینو دقت میکنن، کنترل میکنن، مدیریت میکنن که خدای نکرده وارد او نمیشود گفت اقیانوس. متاسفانه منجلابی است که حتی خیلی از ما کلانترا در این غرق میشیم، چه برسه که طفل. ولی بعضی ها متاسفانه اینمی دقت رو هم نمیکنن که می موبایل ده طفل میپرسی مادر داره چیکار بازی میکنه، این چه قسم بازی است؟ بازی باید پویایی داشته باشه، باید تحرک داشته باشه، بازی باید نشاط آور باشه، این طفل دست اوست. بعد به مرور زمان بعد هر چقدر که میزانی بازی اضافه بشه و نوعی بازی ها خشونت بیشتری داشته باشه، این خشونت در وجود طفل روز به روز افزایش پیدا میکنه و تبدیل به بیماری های روانی بسیار بسیار شدید میشه. ما اختلال سلوک های بسیار جدی در اطفال داریم که اصلا چیز خوبی نیست. فلذا تاکید میکنم بازی منظور بازی است و به خصوص بازی با همسن و سال. اجازه بدیم اطفال ما، حالا اگر موهبت هست که در خانواده های گسترده تر و کلان تر زندگی میکنیم، بچه کاکا و بچه خاله ها مثلا کدی همسن و سال هایش، حالا دختر یا پسر دیگه قبل از طفل 3-4-5 ساله این مباحث به اصطلاح کم رنگ تر هست، بحث های جنسیتی در اونها خیلی پر رنگ نیست، اجازه بازی با همسن و سال و با خود بچه ها رو بدیم. خب در پس ما دو مرحله را، یکی که اجازه بدیم کودکی کنن، بعد در این کودکی اصلی ترین فاکتور بحث بازی است. نکته سوم برای داشتن کودک شاد ای که به تفاوت‌ها و به خود کودکمان احترام بگذاریم.
ببینید ما انسان‌ها بر مبنای خلقت حضرت سبحان هر کدام من یک دانه و دردانه آفرینشیم. من یک دانه استم، من منحصر به فردم. حتی اگر ما به عبارتی خواهری یا به من مثلا به عنوان یک انسان خواهر یا برادر دوقلوی همسانی هم داشته باشم که یک قسم باشیم، به قول معروف دیگه مشارکت در چی داشته باشیم که شکل و شمایل و قیافه ایمان هم دقیقا مثل هم باشه، ولی دو تا شخصیتیم، دو تا موجودیم، دو تا انسانیم. فلزا ما بر اساس اینکه به عبارتی به عنوان انسان یک نقاط مشترکی داریم، بین همه ما مشترک است، به همو اندازه بسیار بسیار گسترده تر از ویژگی هایی داریم که ما را از هم جدا میکنه و به عبارتی مثلا کلمه شخصیت را که به کار میبریم یعنی ویژگی های منحصر به فردی که من را تشکیل میدهد و من را از تو و او از همه جدا میکنه. مشکلی که در به عبارتی بسیار زیاد اتفاق میفته و ما بچه های ناسالم و ناشاد و غمگین و نگران و مضطرب تحویل جامعه میدیم اینه که ما به آنچه که هست، به خود کودکمان و به توانایی های او احترام نمیگذاریم و متاسفانه دائما دنبال یک چهارچوب از قبل تعیین شده هستیم که متاسفانه یا رسانه ها یا اطرافیان ما به ما دادن. اینمو چهارچوب در ذهنمون داریم. اگر طفل ما در اون چهارچوب، در اون قاب فیکس شد، قرار گرفت، خب هیچی، بسیار خوب است، قبول کردیم، ما هم تازه قبول میکنیم، یعنی که قابل نگرانی نیست دیگه، یعنی من میره خوبه. اما خدا اون روز نیاره که این طفل ما در اون قاب قرار نگیره، شبیه او قاب نباشه، شبیه او تعریف نباشه. شروع میکنیم به مقایسه کردن و بعد خدای نکرده یک کم قدم جلوتر که بسیار خطرناکتر است، تبعیض قائل شدن، تفاوت قائل شدن، کمی جلوتر تحقیر کردن، مسخره کردن، بی حرمتی کردن، احترام و عزت نفس طفل زیر پا گذاشتن. طفل زمانی شاد است که شما به او احترام بگذارید. اگر اشتباهی انجام میده، من هم اشتباه انجام میدم، من به عنوان یک آدم بالغ، به عنوان یک کلانتر هم اشتباه انجام میدم. اشتباهات او رو بپذیریم، به عنوان یک انسان خوبی موجودی مثل من خودمه، اشتباه کردی بچیم، شکست افتاد، خراب شد، تر شد، کالای چتل شد، هر چی که شد، این ای دفعه خب خیر باشه این دفعه، ولی دفعه بعد تذکر کنم، دفعه بعد این هم ای تکو این مدل کار انجام بده که فلان اتفاق نیفته، این قسم را برو که نیفتی، این قسم کار کو که او نشکنه. پس بنابراین این نکته است که احترام گذاشتن، کودکی شاد است که احساس ارزشمندی کنه و احساس ارزشمندی را قطعا و 100% از محیط پیرامون میگیره و به صورت خاص از نگاهی که پدر و مادر بود دارن. اگر من برای بچه‌م احترام ماندم، بچه‌م خودش عزیز می‌بینه و بعد به خاطر عزتمند بودنش از زندگی لذت می‌بره، شادی بی‌وعد بی‌حد و وصف، دیگران هم از او شاد خوشحال خواهد شد. اما متاسفانه بسیار اتفاق می‌افته، ما در افغانستان بارها و بارها دیدیم و هر زمان هر جایی که هر بحثی بوده تأکید و حتی گاهی وقتا خواهش کردم، بارها گفتم، با تأکید بسیار زیاد تقاضا می‌کنم از شما که به هیچ عنوانی هیچ موجود زنده‌ای رو با هیچ موجود زنده‌ای دیگه مقایسه نکنیم. حتی ما در گل‌ها و گیاهان تفاوت رو می‌بینیم، در نباتات چطور شما یک موجود انسانی رو، اشرف مخلوقات حضرت سبحان رو، حالا که برادرش هست، حالا که خواهرش هست، بچه کاکایش هست، بچه همسایه، ولی یک آدم دیگه است، یک موجود دیگه است، بر کوچکترین مسائل دقیقاً، یا یک به قول معروف یک خطکش دستمان است، یا کنم قاب ذهنی رو داریم، او رو در او قاب میمانیم، نه مقبول نمیگه، این قاب نیست، ای کم داره، این مشکل داره، این فلان است، و دائما تحقیر میکنیم خودمون، بچه خودمون رو تحقیر میکنیم. یک مسئله جدی است، یک نفر، اولاد یک نفر نمونه میشه، او رو در تلویزیون نشون میدن که مثلا در کانکور نفر اول کانکور شده، باز پدرها و مادرها دیگه اولادای خود نمیمونن از اینکه سرزنش و نکوهش که تو چرا نشدی، اولاد مردم تو چرقم در کدام جا رسید، و اولاد از مر سکو که اینجا شیشته ای کار میکنه، در حالی که نگاه نمیکنن که شاید انما اولاد یک پدر یک مادر متفاوتی میداشت. اگر که اونو فرد پدر و مادر مثل از من میداشت، شاید هیچ وقت نمره اول کنکور نمیشد. نه، اون یک چیز دیگه هم از خانم بیانی، متاسفانه میگم ما قاب میسازیم. نکته اینجاست که اگر یک مملکت به فلان مثلا اول نمره کنکور نیاز داره، آیا به یک نوجوان خلاق در عرصه های دیگه نیاز نداره؟ به یک نوجوانی که بهترین نقاشی رو بکشه، به یک نوجوانی که تفکر کنه، مثلا یک چیز اختراع کنه، بسازه، به یک نوجوانی که حتی در کفاشی، حتی در نجاری، یک چیز، یک مصنوع جدید. ما متاسفانه چون قاب ساختیم، احساس میکنیم هوشیاری، توانمندی، زیرکی و به عبارتی خلاق بودن و بکر بودن و به عبارت در مرحله خیلی بالا زمانی سینمی در کنکور فقط طب قبول شده، فقط انجینری فلان پانتون و فلان مثلا دانشگاه، اشتباه محض است.
سوال جز آیا تمام جامعه را همه اطباء و همه انجینرا و همه وکیل صاحبا گرفتن؟ جامعه به هیچ چیز دیگه نیاز نداره؟ من به عنوان یک پدر مادر نگاهی می باشه که این نعمتی را که خدا به من عنایت کرده و قطعا در مورد تک تک رفتارهای او از من خواد پرسید، چه چیزی در وجود او به ودیعت نهاده شده است که قطعا یک امتیاز برجسته نسبت به اطرافیان، او را بشناسم، بر اساس شناختم رو همون سرمایه گذاری کنم. بچه میرم ولو که از کجا میشد، بچه میرم سخنور خوبی بود، شاید شاعر خوبی بود، شاید داستان نویس خوبی بود، شاید بچه بر اساس حافظه خوبش حافظ خوبی بود، توانست صدای زیبایی داشت، قاری قرآن شد مثلا. ما به هیچ کدوم از اینا توجه نمی کنیم. چرا؟ چون رسانه ها، چون دیگران یک چارچوب متاسفانه بسیار بسیار قوی و پررنگی در ذهن ما ساختن که بچه خوبی است که مهمانی میره و آرام باشه از کودکی از خوردی، بچه خوبی است که یک سالگی را بره یکم کلانتر شه، بچه خوبی است که دو سالگی مثل به قول معروف توتی واری گپ زنه، بچه خوبی است که در 5 سالگی در مهمانی میره یک گوشه بشینه به هیچ چیز دست نزنه، بچه خوبی است که صنف به 7 ساله شد مکتب رفت اول نمره صنف باشه، بچه خوبی است که صنف 17 18 ساله شد همون سال همی سال اول در کنکور قبول شوه، حتما هم یا طب بیاره یا انجینری بیاره یا باز حالا یکم خب اینا چیست؟ اینا بایدهایی است که ما برای خودمان ساختیم و اصلا واقعی و حقیقی نیستن. یک چارچوب سخت زمخت تلخی رو متاسفانه ما جامعه ما، من خودم همیشه اعتراض میکردم، بهترین های نخبه رو در هرات بارها و بارها میخوان، به این تجربه شخصی است، استعدادهای برتر ما را خب به طب قبول میشدن، وارد یک به عبارت سیستم آموزشی میشدن که بسیار مشکلات جدی داشت. استعداد و تفکر و تصور یک نوجوان 18 سالگی اوج دوره انتهای نوجوانی به دوره جوانی بلوغ و لذت و به معنای حقیقی بعد به دلیلی که یک سیستم آموزشی بسیار بسیار مشکل دار داشتیم اینا وارد میشدن. 6 سال کامل فقط میخواندن حفظ میوالان که طب پزشکی یک رشته است که بیشتر عملیاتی و کاربردی و تحلیلی است. خب بعد 7 سال میدید خب دکتر صاحب آمد فارغ التحصیل شد، به اصطلاح عامیانه مون اینمو کلار هم دعوا کرد و تمام شد، آمد نشست، خب بازار کار نداریم، احساس لذت از اون چیزی که خوانده نداره، امید به آینده نداره. از چی ساختیم؟ از او استعداد خدادادی که میتونست در هر او چیزی که خودش میخواد. خیلی از اونها واقعا بارها میآمدن پیش من میگفتن به خدا که ما میگفتیم مثلا به حاج آقایم به پدر جانم گفتیم پدر من تبر نمیخوام، من دوست ندارم میرشته. گفته بچی انمی که شما میگه دختر کاکایت ندیدی، بچه کاکایت ندیدی، فلانی رو ندیدی، بچه ای همه زحمت کشیدم تو رو به مکتب خصوصی فرستادم که طب قبول شوی، بچه اینمی طب است و بس سلام. گاهی وقت خانم دکتر یک مسئله که وجود دارم متاسفانه ما پدرها و مادرها میخوایم که آرزوها و آمال و ناکامی های خودمون به سر اولاد خودمون به کام برسانیم به نتیجه برسانیم. متاسف در حد 2 دقیقه اگر یک جنبندی بفهمید تشکر. خب پس نکته سوم که بسیار بسیار مهم هم هست اینه که ما به مخلوق خدا به نعمت خدا همون گونه که هست احترام بگذاریم. بله. تلاش بکنیم که او را بشناسیم. احترام گذاشتن یعنی همون به عبارت ابعاد وجودی او را همونی که هست قبول داشته باشیم و تلاش بکنیم که استعدادهای رو شناسایی کنیم. استعدادهای رو که شناسایی کردیم انمو حسرتی ده که فلانی بچهش فلان جا قبول شد یا طفل فلانی فلان کار میکنه، همون حسرت تبدیل به یک فرصت برای خودمون بکنیم، برای خودمون رو آزار بدیم. تلاش کنیم که خب پس طفل من، کودک من، نوجوان من، جوان من این استعداد داره، حالا من تلاش میکنم که استعدادش رو به بالاترین مرحله برسانم و از تحقیر کردن، از مقایسه کردن و از تبعیض قائل شدن بین فرزندان و بین کودکان به شدت پرهیز کنیم و این را بدانیم که خدای نکرده امانت ها اگر از طرف من مادر و از طرف من پدر ظلمی به اونها اتفاق بیفته که مسیر زندگی اونها رو منحرف کنه، نه تنها او توقع و انتظار از اینکه خوب باشن و به من خدمت کنن و قول معروف عصای روز پیری ما باشن اتفاق نخواهد افتاد، بلکه اگر هر عمل ناشایست و هر خطایی که از اونها سر بزنه اگر به خاطر تربیت ناشایست من و خودخواهی های من و ظلمایی باشه که من پدر و مادر انجام دادم، هم در این دنیا باید جزایشو ببینم، هم در روز قیامت باید جواب حی خداوند سبحان رو بدم که من نعمت دادم به تو، لا تسالون نیام ازن علی مستو میپرسم چیکار کردی با نعمت من. ان شاء الله که این توفیق را داشته باشیم خودمان قدر آنچه را که داریم بدانیم، از آنچه که داریم به بهترین نحو استفاده کنیم و یکی از برجسته ترین نعمت های خداوند که فرزند و اولاد ماست به بهترین شکل ان شاء الله در مسیر تربیت او بکوشیم به فرزندانی شاد تحویل جامعه بدیم. ان شاء الله. بسیار بسیار تشکر میکنم از شما خانم دکتر، بسیار استفاده کردیم. بینندگان عزیز محترم از شما عزیزان هم تشکر میکنم که تا این لحظه بیننده برنامه خودتون برنامه زنده روشنا بودید. شماره تماس مثبت 964 780
255-43 را هم که فراموش نمی کنید، شما از این می دانید که پل ارتباطی است بین ما و شما، و شما می تونید که از طریق واتساپ در 24 ساعت شبانه روز هر وقت که خواستید پیام بگذارید برای برنامه خودتون. اگر کدام سوال داشتید حتما پرسان بکنید، با کارشناسای محترم مطرح میکنیم، قطعا به سوالات شما عزیزان پاسخ خواهیم داد. اگر کدام انتقاد یا پیشنهاد هم دارید بسیار خوش میشیم که نظرات شما را ببینیم. در فضای مجازی از طریق لایو فیسبوک هم میتونید برنامه خودتون را ببینید و کامنت بگذارید، و هم در دیگه فضاهای مجازی یوتیوب، آپارات، تلگرام، اینستاگرام و دیگه فضاهای مجازی هم ما حضور داریم. میتونید که شبکه هادی تیوی دریرا و برنامه خودتون، برنامه زنده و مستقیم روشنا را دنبال بکنید عزیزان و بینندگان، و همراه کارشناس محترم برنامه خانم دکتر رضای بزرگوار از حضور شما عزیزان مرخص میشیم. در پناه خداوندی مهربان باشید. صلوات الله سلام الله، صلوات الله سلام الله عليك يا اجمل خلق الله.